بسم الله الرحمن الرحیم. خصائص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زیاده در واجبات، محرمات، مباحات دیدم که زیاد میشه. ما الان چی کرده؟ میخوام یک امروزم صحبت کنم، دیگه پس به درسای اخلاق بر میگردیم. زیاد میشه خیلی در فضائل و مکارم، خصائصی که در فضائل و مکارم داشته، نه در احکام شرعی، در واجبات، در محرمات، اونا جدا. اول یکی از خصائص پیغمبریه که نکاح زوجاتش حرامه، نه به خاطر که اونا ام المؤمنین مادر مایه، او جنبه اخلاقی داره. ولا ان تنکهو ازواجه من بعده ابدا، یعنی قرآن در سوره عذاب، ولا ان تنکهو ازواجه من بعده ابدا، که به هیچ وجه زوجات پیغمبر بعد از فوت ایشان باید نکاح نکنه. اما او یک فضیلت دیگریه که زوجات مؤمنین، زوجات پیغمبر اکرم امهات مؤمنین، اینم از خصائص پیغمبره. این فقط جنبه اخلاقی داره. او فضیلت اولی جنبه الزامی داره که حرامه، نکاح نمیشه اگر کسی نکاح بخانه باطله. در امو زمان که زوجات زنده بودن، اونا هم تماندن تا آخر، بعد از پیغمبر یکرم دیگه شوهر نکردن. قرآن گفت و اونجا هم گفت که حرامه. و همچنین زوجات پیغمبر یکرم امهات المؤمنینه، ای اخلاقیه، یعنی امو روشی که ما با مادرای خود داریم، با مادرای خود بدگویی نمی کنیم، احترام می کنیم، زوجات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم باید احترام داشته باشه، خوب یاد کنیم و مثل مادر خود با اونا احترام اخلاقی داشته باشیم. این دوتا. خب سیوم یکی از فضائل پیغمبر اکرم ایه که باز این فضیلت از رای زوجات می آیه که قرآن میگه یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، شما مثل زنای دیگه مردم نین، بخانی دیگه زنها قرآن نازل نمیشه، شواری اونا پیغمبر نیه، شما مواظب خود باشین که اگر گناه کردین دو چندان شما را عذاب میکنه در قیامت، اگر ثواب کردین ثواب شما هم دو چنده، عقاب شما هم دو چنده. ای از خصائص پیغمبر بزرگوار در مورد زوجات متحراتشان که اونا اینه می قسمه امهات المؤمنین ثواب کنن، اونا که معصوم نیان ثواب کردن، خداوند روز قیامت دو برابرش میده، ثواب دو برابر میشه یا چند برابر میشه. اگر گناه کردن ام همینطوره. خب دلیلش معلومه، اینا در خانه وحین، قرآن اونج نازل میشه، اول باید اونا عمل کنن. بی آیه میگه که یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن، اگر ای کار کردن ای کار کردن ما ضعفین، دو چند به شما ثواب میدیم، اگر گناه کردین هم دو چنده، به خاطر که اینا در خانه پیغمبرن. خب معلومه دیگه از خود پیغمبر سختره. وقتی که زنای پیغمبر یک قسم باشه، خود پیغمبر هم همینطوره، نعوذ بالله. اونا نمی کنن، فرضی علی القاعده صحبت میکنه، میگه مواظب باشی، و چند خطاب به پیغمبر کرده تند. یکی از دلایلی که ما میگیم قرآن از طرف پیغمبر نیه، اولا که از قدرت عقلی پیغمبر خیلی بالایه. یک نفر بی سواد که درس نخوانده باشه این کتاب آورده که در قرن 21 باز معجزه آفرینه، این ممکنه که یک بی سواد که هیچ درس نخوانده
اونم در مکه که این مرکز بود پرستی و شرک و خرافات بود، او بیای ای عرفه بزنه، یقین میکنادم که این کتاب از خدای پیغمبر جای درس نخوانده بود، متخصص نبود، اکادمیسیان نبود، او مثل بقیه عربا بود. 40 سالش گذشت در بیسوادی، برش قرآن نازل شد. این کتاب هیچ ربطی به فکر پیغمبر نداره، آدم یقین میکنه که از اون مرد بیسواد همچی یک کتاب باشه، این کتاب از اون نیست، خدای این یک. او وقت این کتاب بر پیغمبر نازل شد، خیلی یکی از دلائلی که قرآن از اونیه کلمات تند به پیغمبر در قرآن گفته شده. اگر کسی بخواه اینا را مر جمع کنم از امه قرآن، یک کتاب نوشته میشه و این دلیلی یک کتاب از طرف خدای. هیچ کس راضی نیه که در پیش مریدای خود توهین شوه و با او کلام تون گفته شوه، با قرآن گفته شده. نگه اگر ای کار کردی، ازن لعزقناک زعف الحیات و زعف الممات، هم در دنیا تو را چند برابر عذاب میکنم، هم در قیامت. مواظب خود باش که تو یک فرد عادی نیه، وحی بر تو نازل میشه. و ای که من میگیم پیغمبر معصومه، اسمت خدا داده، باید اشتباه نکنه. شما که طلبه این درس میخوانید، مثل اوام فکر نکنید که مثل بعضی مردم اوام میگه ای پیغمبر معصوم بود، ما کجا او کجا. پیغمبر معصوم بود، اختیارش سلب نشده بود، او مجبور، اسمت جبر نمیاره که آدم مجبور کنه، میتوانه که معصیت کنه، میتوانه. عدالت نه، عدالت منافی اختیار انسانه، اختیار آدم سلب میکنه. خیلی عادله هستن پس فاسق میشن. و همچنین اسمت اختیار مکلف، چه پیغمبر چه غیر پیغمبر، مختارن که گناه کنن یا اطاعت کنن، نه در گناه مجبورن نه در ثواب، اختیار خودشه. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، اختیار محفوظه. لذا او را خیلی پیغمبر گناه نکرده، خیلی او را هشدار میده، میگه دو چند دیگرها تو را در زندگانی دنیا عذاب میکنم، دو چند دیگرها تو را، یا چند دیگرها تو را در قیامت عقاب میکنم، هم در دنیا هم در آخرت. خیلی خطابات عجیبه به پیغمبر شده. اینا تمام دلیله که او از این قرآن از خودش نیه، هیچ کس خود به زبان خود توهین نمیکنه، ولی خدا خیلی تند با پیغمبر صحبت کرده. اونا پیشوای امه، اگر او تخطی کنه دیگه امت چکار میکنه؟ خیلی تکالیف ازو بیشتر بود، نماز شب برای ما و شما مستحب، برای ازو واجب بود. خب زواجات ما میتورن، در یک روایت امام چهارم میفرمایه، میگه ما آل بیت ما هم میتوریم مثل زواجات پیغمبر، ثواب ما مضاعفه، گناه ما مضاعف میشه و همینطوره. هر چی که مقام علمی آدم بالا برو، هر قدر که حجت در دنیا، برای ما جبرائیل نیامده، ما کلام جبرائیل نشنیدیم، ما از روی دلائل عقلی به پیغمبر ایمان آورده، اما پیغمبر خودش واحی میشنید، به گوش خود میشنید. زنا در امو خانه بودن، آل و بیت هم خدا به اونا علم داده و مقام داده، اونا مگر بخواین این میتوره، دو برابر گناهشان میشه، دو به جاهل غیر از عالمه. حجت ما و شما، ما هدف ما ایه که هم چیز بخانیم، هم خصائص پیغمبر و هم یک کمی هم به خودم برسیم، اخلاقیات خودم مراعات کنیم. حجت تمام شده، هر قدر که علم ما اضافه برو، و امو مقدار اعمال ما، اعمال خوب ما ثوابشم بالاتر میره، عقابشم بالاتر میره. دخترای عزیز شما ما میتورین، یک دختری که هیچ درس نخوانده، احکام شریر بلد نیه، بین بازار میره، مویش معلوم اینجا
دستش این جاش معلومه. اونم حرامه بدیش، حرامه، عقاب داره. ولی او غیر از توه، اگر تو همی کار کنی دو برابری او به تو هم عقاب میرسه. ثواب کنین، کار خوب کنین، ثواب شما هم دو چنده. چون ثواب انسانم از کسی که درس خانده هم هم از روی گناهش، هم از روی معرفت، ثوابش هم از روی معرفت، این اضافه میکنه. حالا اگر علمی صحبت کنم، علمی اینه که عقاب و ثواب بر اساس انقیاد و تجریه. هرچی که علم انسان بالا بروه و گناه کنه، این تجریش بیشتر میشه در برابر خدا. و اگر درس خانده و فهمیده ثواب میکنه، انقیادش بیشتره، ثوابش بیشتر میشه. این خانده هم در رسائل خانده، هم در کفایه خاندین، و چند دفعه ما گفتم به شما که عقاب و ثواب بر اساس تجریه، از طلبه بیشتر میشه. پول بیت المال میخورین، تنخواه شما در مدرسه هستین، آیات خدا را گوش میکنین، تفسیر میشه. دخترای ما میتور اگر اینا بخواین عقاب کنن مثل دیگه دخترها، خود نعوذ بالله، ما و شما مثل مردم عوام دروغ بگیم، غیبت بگیم، مال مردم بخوره، مردم توهین کنه، برای اونام حرامه. ولی برای اینایی که درس خانده بیشتر میشه. ملاک یک ملاک، ای آیه که درباره زنان ازواج مطهره امهات المؤمنین وارد شده، اینا درباره همه میایه، درباره دانشمندان میایه، اینجا میایه. تجری ما بیشتر میشه. معصیت کردن در مدرسه تا با او که در بازار دکانداری میکنه خیلی از نگاه تجری فرق میکنه. ثواب هم میتوره، ثواب هم میتر دوچند میشه. کار ما و شما خطرناکه. حالا ازواج مطهرات فوت کرده، ما و شما که زنده ایم، بقیه عمر ما هم که منده، باید مواظب خود باشه. هرچی که علم آدم بالا بروه، ثواب و عقابم بالا میره. چرا بالا میره؟ تجری و انقیاد. در انقیاد آدم هم بیشتر میشه، از روی معرفت میشه. ثواب آدم هم موتوره، عقاب آدم هم موتوره. یکی دیگر از خصائص پیغمبر و فضائلش اینه که مستقیم مردم از زنهای پیغمبر باید مورد خطاب قرار نده و از او چیزی سوال نکنه. الان زنهای دیگه میره در یک خانه، در یک خانه، آخانو شوهر خود بگو که بیای بیرو شو بشکار دارم، اشکال نداره. اون چادری خود گرفته همده، یا با یک زن دیگه میای بین کوچه، میفهمی که این نواسه امه توی مثلا، آه فلانی خوب، یادت خوبه، اگر شد یک وقت بیا خانه امیر لباسای مربو بر بدوز او سرن او خیاته، رو به رو هم رایش صحبت میکنی. زنای پیغمبری قسم نیه که در آیه قرآن داره که فس اذا و اذا سألتمو شیئا فسألوهن من ورای حجاب. باید بین تو زن زنان پیغمبر یک چیز باشه، حجاب باشه، از پشت در مثلا صحبت شوه. این قسم من ورای حجاب میک سوال کنه. خب یکی دیگه از صحابه پیغمبر اکرم که طبق بعضی از روایات افضل من فی الوجود، ای که پیغمبر از همه انسان ها بالاتر، خوب بالاتر، ای که پیغمبر خاتم النبیین از انبیای گذشته بالاتر، بالاتر، بالاترین درجه پیغمبرا همو انبیای اولو العزمه که دو جا در قرآن اونا را یک جا ذکر کرده، پنج تایه: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، خاتم النبیین صلوات الله علیهم اجمعین. این پنج تایه. بعد بین این پنج تا اولش پیغمبر اکرم یکی است. خب نه نه بسری نیه، اینا اینا دیگه ال برای ما و شما واضحه. اونی که از خصائصشه افضل من فی الوجود، از تمام موجودات امکانی مقام او برتر. ممکنه
در کرات دیگر دیگه پیغمبر آمده باشه، مکلفین باشه، انبیا داشته باشد. این پیغمبر ما طبق بعضی از روایات، یعنی نه یک روایت، چه از آثار که داره که از همه بالاتره. ببین یک دلیل قرآنی بیان کنم درباره ما و شما چی آمده. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خیر البریه. یا کسانی که کافر میشن و معصیت میکنن شر البریه. بریه چیه؟ بریه مخلوق انسانانیه که شر انسان ها یا خیر انسان ها یا بریه به معنای مخلوقات. یعنی وقتی که یک مسلمان به احکام دین ایمان داره، عمل میکنه، گناه نمیکنه، بهترین مخلوقات میشه، از ملائکه بالا میره. وقتی که ما و تو خیر البریه بشیم، به تقوا، به عدالت، خیر البریه از همه موجودات بالاتر بریم، پیغمبر اکرم چطور خیر البریه نیه؟ او رئیس خیر البریه، افضل من فی الوجود، هر چی که است پیغمبر مقامش طبق این روایات بالاتره. خیلی از خصایص پیغمبر، یکی از خصایص اینه که خاتم النبیین لا نبی بعدی. اون هم تو ایره گفت تا امروز، هزار ما الان در قرن 15 پیغمبر دیگه نیامد، عرفش درست شد، گفت دیگه بعد از ما پیغمبر نیه، نقطه کمال رسید، دینم کامل شد، پیغمبرم کامل ترین پیغمبر بود، دیگه محتاج به تکلیف نیه، قرآن کفایت میکنه. یکی دیگه صفات پیغمبر ایه، او گفتم به خاطر زواجاتش بود، ای به خاطر همه امتشیه. به ما چی خطاب شده؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بهترین امتا شما این. وقتی که ما بهترین امتا شده ایم، از خصائص پیغمبر ما، چون ما امتی ویم دیگه، امت پیغمبر خیر الامم. این برمیگرده به مناقب پیغمبر اکرم. نسخ دیگه از فضائل پیغمبر این بود که اسلام آمد، دین پیغمبر تمام ادیان گذشته را نسخ کرد. یک حرفم برای شما بگم، برای کل اوکی، نه برای مردمی که حرفای من میشنوه، برای طلبه و آل علم درسته، اسلام ناسخ همه ادیانه، ولی نه نسخ جمیع ادیان. اینیه که او اصول و فروعی که هر دینمی 3 درجه را داره، عقاید، اخلاق، احکام، همه ادیان داره. معنیش اینیه که اسلام آمد تمام ادیان را با تمام جزئیات و کلیات که داشت نسخ کرد. عقاید نسخ شدنی نیه، همی عقاید مختلف نیه، در تمام ادیان عقاید یکیه. عقاید چطور نسخ میشه؟ اخلاقیات انسانی، مکارم اخلاق، اینا نسخ نمیشه. اونی که نسخ میشه مجموع دین. ببین خیلی فرق میکنه بین این دور، دیگه شما طلبین میفهمین. یک دفعه میگیم ادیان به تمامها نسخ شد، این یک جمله که دروغه. یک جمله ایه که ادیان گذشته مجموع من عیس المجموع نسخ شد، این درسته. این مدلولش موجبه جزئیه به اصطلاح منطق. عقاید سر جای خودشه، اخلاق، مکارم اخلاق جای سر جای خودشه. ممکنه در یک دین ای آمده که اگر کسی یک سلی بر روی زد، تو روی دگیخ بگی که یک سلی دیگه هم تور بزنه. اما اسلام ایر نمیگه، اسلام میگه من نه تدا علیکم فعتدو علیه به مثل ما اعتدا علیکم. تور سلی زد تو هم میتوانی اون سلی بزنی،
و این تعفو اگر عفو کنی بهتره و به تو مربوطه که اگر عفو کنی و الا از نظر حقوقی حق قصاص داری، از نظر اخلاقی نک اقرب للتقوى ببخش. این چیزای جزئی ممکنه فرق میکنه، اما مکارم اخلاق به طور کلی در هر شریعت بوده، عقاید در هر شریعت بوده، اصول فقه در هر شریعت بوده، نماز بوده، آدم نماز خوانده، نوح نماز خوانده، موسی، ابراهیم، خلیل، همه. عیسی با او کوچکی خود یا در شکم مادر گفت که مرا به نماز سفارش کرد، در شکم مادر میگه این کلیات نماز و عبادات هم بوده، این هم بوده، فروعاتش با مقتضای زمان نسخ شده. این در باره نسخ که خیال نکنین کلش رفته. امی الان مثلا من میخوام بگم که در قرآن اگر در مذاهب در ادیان دیگر یک عمل واجب یا مستحب یا احکام وضعی یک معامله بوده و نسخ چیز نشده، بالخصوص در اسلام نیامده، و نمونه برای امام است، احکام خدای فرق نمیکنه. مثلا الان که یک چیزی که میاد الان به ذهن محمد، جعاله در قصه حضرت یوسف، ولی من جاء به حمل بعیر و انا به زعیم، یعنی ما زامنش یوم که می پیمانه گم شده، هر کس که بیاره ما بزو یک بار شطور چیز میدم، گندم مثلا میدم، و انا بی زعیم. حال معلوم نیه که خود یوسف گفته، ولی معلومه که به امر یوسف بوده. اونم و الان امروز جعاله را ما قبول میکنیم، امی درسته در اسلام ما کدام حکم نداریم، دلیل نداریم که ای آیه نسخ شده باشه، در او زمان بوده و اونم دین خدا بوده، اگر اون برای امام هست. خب یک مطلب علمی بود که باید توجه داشته باشه. عرض شود که یکی دیگه از خصائص پیغمبر که دینش تا روز قیامت قابل نسخ نیه، تا روز قیامت دیگه اینم یه دینم دینه. یک فایده دیگه، یک خصیصی دیگه پیغمبر، جعل و کتابی خدا قرآن پیغمبر معجزه قرار داد، از دیگه کتابا معجزه نبوده، کتابای دیگه شرایع معجزه نبوده، تورات، انجیل، زبور، اینا معجزه نبوده، اونا دیگه معجزات داشتن، پیغمبرم دیگه معجزات داشته، ولی قرآنش معجزه. کتاب امروز باقی مانده. امروز اگر نصرانی ها میگن که عیسی پیغمبر برحق، امروز هم برو بهش بگو یک معجزه بده، نشان بده که من ایمان بیارم، ندارن ندارن. کتاب انجیل بیاره 101 ایراد داره، اما ما داریم. هر وقت هر کس که بیاید میگن بیا اینی قرآن معجزه پیغمبر، قبول نمیکنی یک سوره مثلش بیار. همون کتابی که یک تک کتاب ما در جوانی نوشتم به نام اسلام، قرآن یا سند اسلام، 23 دلیل، شاید 23 چند دلیل همونجا است که قرآن معجزه برای سند اسلام هست، قرآن معجزه دیگه. والحمد لله رب العالمین.